با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم امروز بیستم دی ماه 1400 برابر با دهم ده ژانویه 2022 هستش عنوان گفته بی امروز ما آپارتاید واکسن نماد دیگری از شکست سیاست های تبعیز و سلطه یعنی در واقع یک عنوان یک آینه ای این مسئله بحرانی که پندمی کرونا کووید هستش میتونه فاجعه آمیز بودن سیاست های تبعیض رو دوباره به ما نشون بده و برای اینه که بتونیم در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مشارکت داشته باشیم این پندمی کووید یک درس عبرتی واقعا برای اینه که بشه از اون یک به نتیجه خوب گرفت برای ساختن سرنوشت های خوب مولانا میگه چون تو را غم شادی افزودن گرفت روزه جانت کلوسوسن گرفت غم تو زندگی همه ما هست به شکلهای مختلف به درجات مختلف ولی اگر که بشه به شک میشه اگر که تلاش بکنیم که اون غم رو تبدیل بکنیم به شادی چون تو را غم شادی افزودن گرفت روزه جانت کلوسوسن گرفت و برای اینه که زندگی ما بهشت بشه و روزه جان ما گل و سوسن بگیره به قول این شعر میشه هر غمی رو به شادی تبدیل کرد به قول واژگان امروز هر انرژی منفی رو تلاش بر این کرد که تبدیلش کرد به انرژی مثبت خب الان یه چند تا مسئله رو باستی که که با ربط هم هست به عنوان این قضیه صحبت بکنم راجبش در جلسه گذشته دوست عزیزی بعد از جلسه البته من عرض کرده بودم که مصدق در مکان و زمان مناسبی قرار گرفت تا اون به صلاح شخصیت بین المللی شد و اثرگذار بود در زندگی بیشمار انسان ها ولی این یک حالت پسیو و منفعلانه داره که ما بشینیم ببینیم که کی در شرایط مناسب در زمان و مکان مناسب قرار بگیریم نه این چنین منظوری نداشتم منظور من البته توضیح خیلی به جایی بود نکته سنجی بسیار به جایی بود که این دوست عزیز من به من گوشت کردن اینه که اگر که در زندگی روزمرمون هر کدوم از ما ببینیم که اگر که الان به جای من مصدق بود در چنین تصمیمی که من الان دارم میگیرم کارهای روزمره زندگیمون اون چگونه عمل میکرد چه تصمیمی میگرفت چه کاری میکرد و یه چه کاری نمیکرد اون وقت خودش بی شمار مصدق ازش باز تولید شده در جامعه اون چه که باعث میشه که اصطلاح اون روند مبارزه برای در موازنه ادمی البته نه تخاصم و جنگ و خشونت برای خوبتر و بهتر و بهتر شدن سرنوشتمون بشه به صلاح ازش الگو برداری کرد این یه نکته یه نکته دیگه این بود که دوستان عزیز از من یک سوال کردن که یه مقدار طولانی بود اون گفتم بعدا پاسخ خواهم داد الانم اگر که فرصت بکنم با کمال میل به سوال هایی که تو این جلسه گذاشته میشه پاسخ خواهم داد اگر که بتونید بسیار مختصر و مفید بنویسید راحت میشه این رو پاسخ داد و به جلسه بعد موکول نمیشه این سوال یه مقداری ارتباط پیدا میکنه به عنوان جلسه امروزمون در نتیجه هم به احترام دوست عزیزمون که سوال فرستادن هم با توجه به که مرتبط هستش به عنوان امروز و از جلسه قبل رو میخونم فرمودن که این روزها جمله به جمله میخونم و جواب میدم این روزها دارد این ذهنیت شکل میگیرد که سیستم بهداشتی جهانی تحت تاثیر سوداوری های داروسازی ها و بیمارستانی ها و سود بیمارستان ها و سودجویی های بعضی کادرهای شاغل در این رشته ها در فکر بهره برداری اقتصادی از کروناس بله این این عبارت درستیه متاسفانه اینطور هست در سیستم تبعیض آمیز سرمایه سالاری سرمایه اصالت داره و در نتیجه میگه که هر برای بهره برداری برای سود بردن به هر شکلی شده هر چه سریعتر به هر قیمتی به هر شکلی بایستی که سود بیشتری برد پول بیشتری در آورد خب اون با حق و حقوق و حقمندی جور در نمیاد در بسیاری از جاها و اینطور که در این جمله نوشته شده و موافق هستم با این فرمایش دوستمون و بیشترین ادامه میده و بیشترین تاکید رو, رو روی مصرف واکسن و, دارو و داروهایی دارند که به ریشه این بیماری هم منجر نمیشه در مورد این که بیشترین تاکید روی واکسن دارن بله خب اون درسته از دید من به جا هم هست به دلیل اینه که این واکسن یک نوشته ای را منتشر کردم چند وقت پیش تو این دسامبر که گذشت مرگ 42 سالگی ویروس آبله بود به علت واکسیناسیون های در سطح جهانی و تولد دو سالگی ویروس کووید ویروسی که عامل بیماری کووید 19 هستش بود خب اون ویروس آبله از بین رفت دیگه نداریم تو دنیا خب در نتیجه میتونه باعث ریشه شدن این بیماری بشه اگر که به, به طریقی که لازم هست در مورد این ویروس عمل بشه روش بعد فرمودن که همزمان بعضی حکومت ها هم مخصوصا دیکتاتورها از وجود این بیماری بهره برداری میکنن این هم درسته متاسفانه به خصوص مثلا در کشوری مثل برزیل اون آقای بولسونارو که از جنس ترامپ هستش که از جنس آقای خامنه ای هستش اونا هم متاسفانه <تصفح> میبینیم که اونا ابزار دستی کردن برای سلطگری بیشتر بعد میگه که به همین جهت روی روش های طبیعی تر پیشگیری ها مانند فاصله گیری ها نوع تغذیه و تقویت طبیعی سیستم ایمنی بدن تاکید کافی نیست این هم متاسفانه درسته ولی بعضی وقتا یه سوء اطلاعاتی هم منتشر میشه تو اینترنت مثلا همین دوست عزیزمون که سوال فرستادن فرموندن که مثلا آقای دکتری مدعی شد که کسانی که میزان ویتامین د بدنشون بالای یه حدی باشه پنجا باشه حتی, حتی به واکسن هم نیاز ندارن این, این عبارت غلطیه البته اه، اه، یک سری ویتامین ها و مواد معدنی تریس Elements هستش که باعث افزون شدن سیستم ایمنی بدن آدم میشه که حالا شاید یه فهرستی هم بگم اینجا بد نباشه ولی اینه که بگیم که اگر که ویتامین دی بالای یک حدی باشه دیگه حتی به واکسن احتیاج نداره این عبارت غلطیه ولی در تفسیر عبارات تخصصی و تکنیکی به خصوص پزشکی باید یه خود دقت کرد این بیدقتی دق... بی رو مثلا آقای بایدن کرد آقای بایدن بعد از اینه که واکسن ها رو زدن و سومیش هم به اصطلاح شروع شد و اینها دکترا بهش گفته بودن متخصصین ویروس شناسی بهش گفته بودن که خب حالا محدودیت های روبن زدن ماسک زدن رو اون رو حتما بایستی که افراد اجبار دارن که بزنن به خصوص در محیط های بسته و اینا ولی مثلا گفته بودن که خب برای کسانی که واکسن زدن و سه واکسن زدن اونقدر اجبار نیست بعد اون وقت آقای بایدن توی کنفرانس مطبوعاتیش جملهش این بود که گفتش که کسانی که واکسن زدن نباید ماسک بزنن این خیلی فرق میکنه با اونی که من قبلا توضیح دادم براتون نباید بزنن یعنی چی یعنی اگر کسی تو واکسن زدی ماسک بزنی روبند بزنی ویروس رو میگیری این یه ای همچی چیز داشت نباید لغت درستی نبود حالا من اون فرمایش دوست عزیزمون همکارمو که بهش ذکر شد در این سوال نشنیدم که چی گفتن که ببینم که تفسیرش چیه ولی میتونه اینجوری باشه خب در مورد اینه که سیستم بهداشت جهانی تحت تاثیر سوداوری های داروسازی ها و بیمارستان ها و سودجویی ها و اینها در ابتدای جملهشون سوالشون فرمودن این متاسفانه هست ببینید الان راجع به تبعیض میخوایم صحبت بکنیم و این تبعیض یک مسئله هستش که در اندیشه که قدرت رو اصیل میدونه به اصالت قدرت معتقد هست اون نمیتونه تبعیض نباشه راجب به آپارتاید صحبت کردیم توی عنوان این جلسه و این لغت رو به این دلیل به کار بردم که میتونه خیلی ملموس بکنه عرایزم رو در مورد این قضیه به چه شکل؟ به این شکل که در آفریقای جنوبی حالا البته در اسرائیل و با شهروندان غیر کلیمی میبینیم که چه رفتاری میکنن که آقای کارتر حتی اون رژیم اسرائیل رو گفت رژیم آپارتایت اسرائیل ازش ذکر کرد میبینیم که این در جاهای دیگه نه فقط در امور سیاسی و مملکت داری بلکه در جاهای دیگه این تبعیض دیده میشه حالا ببینیم اون تبعیض آپارتایت چی بود که اینجا میشه ملموسش کرد با انتخاب این کلمه ای که در عنوان به کار بردم در آفریقای جنوبی میگفتن کسانی که سیاه هستن یا کسانی که سفید نیستند برای اینکه قهوه پوستا مهاجران هندی هم تحت به اصطلاح تذیقاتی بودن میگفتن سفید پوستا از یک تحصیلاتی از یک امکاناتی برخوردار هستند که سیاه پوستا نیستند مثلا حتی مالکیت زمین در ساحل ها در دریاهای عمومی شنا کردن نمیدونم وسایل نقلی عمومی استفاده و از اینجور چیزها. و کشید به اونی که چند نفر پیدا شدن با خشونت زدایی در اونجا به این اعتراض کردن و با این به مبارزه پرداختن و موفق شدن که دیگه توضیح بیشتری نمیطلبه چنین چیزی در اسرائیل هم هست کسانی که به کلیمی نیستند چه مسلمون باشند چه مسیحی باشن اونها مورد تبعیض منفی قرار می گیرن. خب حالا بیایم در این واکسن ببینیم چگونه تبعیضی هست الان شرکت های دارویی بسیار پولدار بیشترشون هم توی امریکا و انگلیس و اروپا هستند اینها امکاناتی را در اختیار خودشون قرار دادن که این, این, امکانات باعث تولید واکسن شده حالا گفته شد که حدود 100 120 تا کشور دیگه از امکانات ساختن واکسن برخوردار هستند ولی اون تبعیزگری ها و اون تنگ نظری هایی که لازمه سرمایه سالاری هست اجازه نمیده که اینها در کشورهای خودشون واکسن تهیه بکنن این واکسن هم خیلی مشکل نگهداریش در حرارت بسیار پایین زیر صرف باید نگه داشته باشه وگرنه خراب میشه و تاریخ مصرفش هم یک تاریخ کوتاه مدتی است مثلا برای نیجریه یک سری واکسن فرستاده بودن توی اون چیز خیریه بینون مللی که در مورد واکسن هست به این ترتیب که اینها ارزم به خدمت شما واکسن هایی رو فرستاده بودن به نیجریه که تاریخ مصرفش یا گذشته بود یا خیلی نزدیک بود به گذشته شدن و دیگه قابل استفاده نبود اینا رو با کامیون ریخته بودن توی جاهایی که آشغالهای شهرها رو میریزن و با بلدوزر هم رد شدن از روش و فیلم گرفتن و به تمام دنیا مخابره کردن که لطفا شما از این حاتم بخشی ها نکنید اگر که بناست که ما واکسن داشته باشیم یا امکاناتش رو در اختیار ما قرار بدید که خودمون بسازیم یا اینکه این به این ترتیب تاریخ مصرف نزدیکش رو به ما ندید خب به گوش شنوایی رسید ابداً. حالا چه لزومی داره حالا از دید مثلا مدیر عامل شرکت دارویی فلان بخوایم نگاه بکنیم که هدفش هست سود بیشتر فراهم کردن برای شرکت خودش اون چه م... چه اهمیتی داره براش این جامعه شناسای زور پرست و قدرت مدار هم اومدن گفتن که این تئوری داروین در مورد انتخاب طبیعی فقط مربوط به حیوانات و طبیعت و اینجور جور چیزا نمیشه بلکه به انسان ها و اون هم در مسائل جامعه شناسی و این حرفها هم مربوط میشه به این ترتیب که ما خب پول داریم ما امکانات داریم زندگی میکنیم غذای خوب میخوریم گفته شد که از پس مونده غذاهایی که در امریکا میریزن دور تمام گرسنه های دنیا رو میشه غذا داد ولی از دید اون کسانی که اون حرف رو میزنند به ما چه مربوطه اونا از گرسنگی بمیرن اون گرسنگی و فقرم شده یکی از کشنده ترین اسلحه های کشدار جمعی در مورد واکسن هم همینجور میگه که خب به من چه مربوطه من اینجا سه تا تو اسرائیل که چهار تا شروع کردن به زدن بقیه هم تو دنیا مردن مردن منم که نسل برتر و برگزیده هستم در نتیجه هر کی هر از بقیه کمتر بهتر ولی اینجا نشون داده شد که نه این سیاست فقط زشت نیست کثیف نیست بلکه غلط هستن فاجعه آمیزه چرا برای اینه که تا وقتی که این ویروس در بدن انسانها وجود داشته باشه امکان این رو پیدا میکنه که رشد بکنه تکثیر بکنه و دچار جهش بشه و وقتی که دچار جهش شد اون وقت یک سویه های جدیدی پیدا میشه ازش که به درمانها و پیشگیری ها و واکسن هایی که تا حالا موثر بوده دیگه موثر واقع نمیشه مثلا توی آفریقای جنوبی خوشبختانه این ویروس جدید آمیکرون که پیدا شد در آفریقای جنوبی حالا نشون داده شده بعد از چند هفته که ازش میگذره شدت و حدت بیماریش اونقدر کشنده نیست مثل دلتا که قبل از اون در هندوستان به وجود اومد و به دلیل اینه که واکسیناسیون توی آفریقای جنوبی میزانش کم بوده در اونجا این ارزم به خدمت شما نوع جدید آمیکرون به وجود اومده و حالا به سرعت بسیار بیسابقه تقریبا مثل سرخک و سرخجو اینا که خیلی به شدت اینا مصری هستند در دنیا داره پخش میشه خب حالا بسیار خوب حالا میگم شانس اوردیم که این اونقدر کشنده نیست ولی روش ننوشته بود که این جهشی که اینبار اتفاق افتاد کشنده کمتر کشنده باشه میتونست همون مقدار مثل دلتا کشنده باشه که خیلی بد بود حتی میتونست بسیار بدتر باشه در نتیجه الانه که سویه آمیکرون در همین امریکا که سرمایه سالاری بیداد میکنه شده سویه قالب اگر که اون نوع بسیار کشنده تریش بود و تمام امریکا رو تعطیل میکردن مثل بعضی از شهرهای چین که این کار مجبور شدن بکنن و تعداد الان تعداد به اصطلاح تخت های آی سی یو و مراقبت های ویژه کم هست و بیمارستان ها دارن کم میارن از در مورد تخت های معمولیشون و به این ترتیب و اگر که این سویه کشنده تر بود و منتشر میشد دیگه ابعاد فاجعه واقعا قابل تصور نیست این این نزدیک بینی و این تنگ نظری و تا نوک بینیش رو بیشتر نتونه ببینه اون سرمایه سالار اون قدرتمند قدرت مدار یه چیز طبیعی هست متاسفانه قدرت این تمرکز لازمه حیاتش هست و این کار رو فقط در مورد سویه در مورد ب... سارز کوو دو نکرده و در مورد واکسناش با اون توضیحی که براتون دادم که تبعیض قائل بشه اون کار نکرده در مورد چیزهای دیگه ای هم هست این تبعیضی که مثلا قائل شده میگه ما واکسنامونو میزنیم و بیشتر هم میزنیم بقیه هم مردن مردن به ما هیچ ارتباطی نداره و ارزم به خدمت شما اگر که آه آه ما اینجا نشستیم و زندگیمون رو داریم میکنیم و هیچم مهم نیست بقیه دنیا مردن یا نمردن یا چطور خب در مورد محیط زیست هم همینجور شد فاجعه مح... محیط زیست هم اینا اومدن با اون انقلاب سنتی که پیش اومد با آلوده کردن محیط زیست مقدار زیادی گاز کاربن توی محیط پراکنده شد تو طبیعت پراکنده شد که حالا تبعات رو به این شکل داریم میبینیم که الان هست متاسفانه ولی حالا یه تبعیض دیگر هم را راجع بهش صحبت بکنیم و اون تبعیض خشونت هستش خشونت خب گفتن که مثلا همین آپارتایت رو بگیم که شروع شد از به استعمار و کالونی کردن کشورهای دیگه مثلا همون آفریقای جنوبی که استثمار بکنن اون تجاوز بکنن به نیروهای محرکه که دارن و اونها رو ببرن البته بنا برای منافعشون برای امنیت خودشون به قول خودشون و اون کشورها رو به این ترتیب در شرایط بسیار بدی قرار بدن این تبعیض خشونت هم در دنیا میگه که خب ما جنگ افروزی بکنیم در افغانستان مثل اونی که آقای برژنسکی برای مقابله با روسیه شوروی اون طالبان رو به قول خانم بی‌نظیر بوتو طالبان ساخته و پرداخته چند تا همدست بود از جمله انگلیس از جمله امریکا از جمله عربستان سعودی که حالا میبینیم که چطور تبعادش در تمام دنیا دامن همه رو گرفته بعد اومد، اومدن گفتن که خب ما داریم راجب به تبعیض و آپارتاید سیاسی حالا میخوایم حرف بزنیم گفتن که خب به ما چه مربوطه اونجا بزنن اینقدر همدیگر رو بکشن از این بیشتر ما که اینجا نشستیم و داریم به اصطلاح از ثروت و امکاناتی که داریم استفاده میکنیم کسی هم دستش به ما نمیرسه که ما عبر قدرت دنیا هستیم ولی دیدیم که این دوتا اقیانوس بزرگ اقیانوس اطلس و آرام در این ور امریکا و شمالش هم که یه قسمت مثل خود امریکا هست کانادا و جنوبش هم که حیات خلوت امریکاست اینا فکر میکردن که اینا در امان هستن از خشونت یعنی اگر که در کشورهای دیگه این خشونت گستری ها رو این بی ثباتی سازی ها رو انجام بدن ولی خب دامن خودشونو نمیگیره و از این منتفع میشن ولی این فاجعه ای که به وجود اومد و اون حملات تروریستی 11 سپتامبر نشون داد که این این سیاست غلط بوده دودش تو چش خودشون هم رفته و این تبعیزی که آپارتایت سیاسی آپارتایت امنیتی رو که به صلاح به اون ترتیبی که توضیح دادم برقرار کردن چطور جان چند هزار نفر تو همین نیویورک و جاهای دیگه بیگناه گرفته شد در اون حملات تروریستی که اون کشورها انجام دادن حالا این تبعیض در نتیجه باید بهش رسیدگی کرد اینی که به یه کسی بگی که من از تو بهترم من از تو لایخترم من از تو امکانات بیشتری باید داشته باشم و اگرم که زور و قدرت دستش بیاد به هر... ترتیبی که شده اون رو بخواد از مقابل خودش برداره اون طبعاتش یه جوری یه روزی به یه شکلی تو چشم خودش دودش خواهد رفت این در زندگی شخصی آدم ها هم میبینیمش حالا تو زندگی های معمولی به صدا روابط خانوادگی که میبینیم که مثلا خانواده هایی که مثلا عروس و مادر شوهر این چیز حالا به اصطلاح یک کمی استیروتیپی که جالبی هستش که زیاد در شوخی ها و ضرب المثل های فارسی گفته میشه که یک اینه که حرف آخر رو کی میزنه یا حتی مثلا زن و شوهر پدر و مادر حرف آخر رو کی میزنه مرد گره و زن سلطه‌بر یا اینکه نه برعکس زن سلطه گره و مرد سلطه بره یا اینکه جدوتایشون والدین سلطه دارن بر فرزندان یا حالا اون موقع والدین این سالاری بود در بسطلا کودکی ما ولی حالا شده فرزند سالاری نه اون درسته نه این درسته و الانه میبینیم که چطور در سراسر دنیا به این ترتیب بهلا دنیا به جاهایی رفته که متاسفانه باز میگم دودش داره توی چشم همه میره در نتیجه از زندگی روزمره بخوام شروع بکنیم ببینیم که در زندگی روزمره خودمون اون روابط قوا بین من و دیگری و دیگران بین من و طبیعت بین من و خودم با خودم با روابط غیر حقوقی و ضد حقوقی رابطه برقرار بکنم اون چیزی که به اصطلاح لازمش اصیل دونستن قدرت ارزش دانستن قدرت هستش و در نتیجه سلطگری هست سلطگری لازمش سلطبری هست اون کسی که قدرت رو پذیرفت وقتی هم که یه کسی بهش مسلط میشه میگه خب دیگه به هر حال خاص خدا بوده و دیگه اینا بابا اینا امریکان اول اون چین اون روسیه هست اون انگلیس تا صد سال دیگه هم تا دربون وزارت خارجه ما رو اینا تعیین کردن که کی هست و کی نیست و اونجور میشه تو سریخورهایی که متاسفانه در جامعه سیاسی و در جامعه مدنی ما متاسفانه در این نسل و نسل های گذشته دیدیم خوشبختانه داره هرچی که میگذره این مثلا هنای قدرت خارجی رنگ میبازه چهره واقعیش داره نشون داده میشه و آه آه کم کم آه یک به صلاح شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرده دنیا با این عرایزی که کردم در نتیجه اگر که بخوایم این آه آه وضعیت رو بهش نگاه بکنیم و درس بگیریم ازش ببینید یه موقع هستش که شما یه طبیب هستید یکی میاد پیشتون میگه که من تب دارم شما بهش یه قرص تبر میدید یا میگه که من سرفه میکنم شما یه قرص یا شربت سینه ضد سرفه میدید میگه چه بدونم سردرد دارم قرص مسکن ضعف دارم چطور سرفه فلان ولی نمیرید ببینید که آخه اینا ریشهش چی چی هست چرا باعث شده که این فرد این مریض این علائم بالینی رو از خودش بروز بده که تب داره سرفه میکنه ضعف داره ارزم خدمت شما سردرد داره سینش درد میکنه و به این،, این ترتیب بعد که بخواید ریشه یابی بکنید اون وقت میرید میبینید که نه این ریشه همه یک اه 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 میکروبه که توی ریه های این شخص هست باعث ذات و ریه شده باعث سینه پهلو شده و حالا به جای نه به جای یا در جوار لاعقل تبر و ضد سرفه و ضد سردرد آنتیبیوتیک هم باید داده بشه پس در مورد این تبعیز واکسن ها اپارتایت واکسن میشه درس گرفت ریشه یابی کرد که دلایل و عوامل غیر پزشکی این فاجعه ای که دنیا گیر شده پندمیک شده چی هست واقعا و وقتی که اون ریشه ها پیدا شد ببینیم که این ریشه مثلا بروزش, بروزش در جای دیگه به چه شکل بوده مثلا طبق اون مثالی که از سینه پلو براتون زدم اگر که این مثلا صرف پندمی کووید 19 رو بگیم صرفه مثل اون مثال سینه پهلو بعد مثلا فاجعه به اصطلاح بحران محیط زیستم مثل مثل اون مثال مثل اون سردرده میمونه یا مثلا فاجعه خشونت در سراسر دنیا اونم مثل ریشه اصلی نیست اون مثل مثلا حالت تب میمونه که باز همون مریض داره ریشه هاشو که همه رو برگردید پیدا بکنید میبینید که به یک چیز منتهی میشه و اون باکتری و میکروب هست در ریه اون شخص در این سه تا مثالی که زدم خشونت محیط زیست و پندمی اینا ریشه یابی بخواید بکنید ریشه اصالت قدرت هست و ریشش تجاوز به حقوق هست و ریشش تبعیض هست که من لایقتر هستم از دیگری من نسل برتر هستم اونطور که تو کله بعضی از کریمی ها تو اسرائیل کردن یا همین آقایونی که حاکم هستن در کشور ما که گویا فقط شیعه هستن که میرن توی بهشت به گفته این آقایان در نتیجه وقتی که به اون بپردازیم به عنوان یک انسان یک انسان حی و حاضر یک انسانی که منفعل و مرده نیست فکر میکنیم راجع به ریشه هاش ریشه هاشو در محیط زندگی خودمون در تو خودمون شخص خودمون تو خانواده خودمون تو محیط کار خودمون این تبعیض ها رو شناسایی میکنیم ریشه یابی میکنیم بعد وقت محیط زندگیمون سالم تر میشه محیط زندگیمون در خانه و خانواده در رابطه با خودمون که چجور به اصطلاح با بدن خودمون با پندار خودمون با فکر و اندیشه خودمون رفتار داشته باشیم و اینه که در محیط کار چجوری با دیگری و دیگران رفتار داشته باشیم اینه که با طبیعت چه رابطه برقرار بکنیم اگر که اینها همه ریشه یابی داریم میکنیم دیگه ریشش این باشه که تجاوزها به حقوق ها هست در نتیجه وضع از این بدتر و بدتر و باز هم بدتر خواهد شد این ویروس سارس کوو دو بیماری کووید 19 که توضیح دادم براتون در جلسات قبل اگر که به این ترتیب بهش نگاه بکنید از دید تبعیض و اصالت قدرت بهش نگاه بکنید اون خیلی راحت میشه که ریشه یابی بکنیم معضلات و مشکلات مشکلات دیگه ای که گریبانگیر جامعه جهانی هست در سراسر دنیا و متاسفانه هرچی که میگذره داره بدتر میشه خشونت ها همینطور الان قزاقستان ببینید اوزا چه شکلیه در اوکراین ببینید چه شکلی هست در همین امریکا ببینید چه شکلی هست و محیط زیست رو ببینید به چه صورت داره متاسفانه بد و بدتر میشه و بهداشت عمومی و این پاندمی کووید 19